سلام، اکبر شریفلو هستم از آکادمی شریفلو، جایی که کلی آموزش در زمینه نرم افزار کاربردی رو براتون آماده میکنیم. تو این جلسه میخوام در رابطه با تریس پرزیدنس و تریس دیپندنس صحبت کنم و کاربرد اونها رو بفهمیم که چی هستش. مثلا تو این سلول عدد 4 رو وارد میکنم، اینجا هم عدد 5، قسمت پایینیشم مساویه این سلول، ضرب داره این سلول و اینتر رو میزنم. تریس پرزیدنس به ما میگه که چه روی این سلول چه سلول های دیگه روش تاثیر گذاشتن و نقش داشتن. مثلا عدد 20 رو انتخاب میکنم، روی تریس پرزیدنس میزنم و به ما میگه که عدد 4 و عدد 5 در وجود آمدن عدد 20 تاثیر داشتن و نقش داشتن. و برای پاک کردن این دوتا ارویی که دارید نگاه میکنید هم از این قسمت ریموو ارو و این فلش رو بزنید، ریموو پرزیدنس ارو رو بزنید، این اروها پاک میشن. تریس دیپندنس هم کامل برعکس اون هستش، یعنی اینکه وقتی که روی عدد 4 کلیک کنی و تریس دیپندنس رو بزنی میگه عدد 4 روی عدد 20 تاثیر گذاشته و در به وجود اومدنش نقش داشته، و وقتی که برای عدد 5 رو سلول عدد 5 کلیک کنیم و تریس دیپندنس رو بزنیم اون هم مثل عدد 4 میگه که در به وجود اومدن عدد 20 نقش داشته. برای پاک کردنش هم از ریموو اروز استفاده میکنیم و قسمت ریموو دیپندنس ارو رو که بزنیم پاک میشه. برای عدد 4 هم همین کار رو انجام میدیم و به صورت کامل پاک شده و به حالت اولی خودش برگشته. قسمت شو فرمولا در واقع سلول هایی که داخلشون فرمول به کار برده شده رو به طور کامل به ما نشون میده. وقتی که کلیک کنم کامل به ما نشون میده که آی 4 عدد 4 رو به ما نشون میده، میبینید که آبی رنگ هم هست. زب داره جی 4 که عدد 5 هستش که به طور کامل این رو به ما نشون داده. وقتی که شو فرمولاز رو بزنیم بالت قبلی اکسل برمیگرد. و اما این قسمت اوالیویت فرمولا. اوالیویت فرمولا چه کاربردی داره؟ وقتی توی یه سلول یک فرمول بسیار پیچیده و تو در توی داریم و معلوم نیست که تو اون سلول چه فرمول هایی به کار برده شده، وقتی که روی اوالیویت فرمولا بزنیم به ما به طور کامل نشون میده. مثلا یه دونه فرمول به کار بردم آی 4 ضرب در جی 4 و روی آی 4 آندرلاین انداخته. وقتی اوالیویت رو بزنم عدد آی 4 رو به من نشون میده که عدد 4 بود و اینجا دوباره روی جی 4 آندرلاین انداخته. وقتی که اوالیویت رو بزنم عدد 5 رو به من نشون میده و اینجا هم میبینیم که به صورت کامل رو 4 ضرب در 5 آندرلاین انداخته زیرش. وقتی که اوالیویت رو بزنم عدد 20 رو به طور کامل نشون میده و این در واقع اوالیویت فرمولا گفتم برای یه فرمولای بسیار پیچیده تو در تو کاربرد داره. و حالا داخل اکسلمون میخوایم سلول هایی که داخلشون فرمول به کار برده شده رو به ما نشون بده، از طریق find and select میتونیم این کار رو انجام بدیم. من اینجا اول یه سری اعداد دیگه هم مینویسم، مثلا 55، مثلا 12، شریفلو و تو اینجا هم فرمول به کار میبرم، مثلا 5 ضرب در 6 ضرب در 7 به کار میبرم. میخوام بدونم که بین اینها کدومشون فرمول هستش. قسمت find and select رو میزنم، فرمولاز رو میزنم و به من میگه عدد 200 و عدد 20 سلولی هستن که داخلشون فرمول به کار برده شده. و اما برعکسش میخوام ببینیم که چه سلول هایی ثابت هستن و داخلشون هیچ فرمولی به کار برده نشده. قسمت find and select و کانستنس رو که بزنیم میگه این اعداد هایی که مشخص کرده ثابتن و داخلشون هیچ فرمولی به کار برده نشد. خب تو این جلسه در مورد تریس پرزیدنس و تریس دیپندنس صحبت کردیم. من بهتون پیشنهاد میکنم برای اینکه ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید، عضو کانال ما بشید، ما رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو بزنید تا از انتشار ویدیوهای بعدی ما مطلع بشید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدارتون.